با درود فراوان به هموطنان عزیز، امیدوارم هر جای دنیا هستین شاد و سلامت باشین و در پناه خداوند باشین. هفته دیگر شد به حضور شما اومدیم، در خدمت شما هستیم و میخواییم کلام خداوند رو با شما به قول اینجا یا شیر کنیم، تقسیم بکنیم با کتاب، بتونیم واقعا از کلام خداوند یاد بگیریم، به زندگی های ما تبدیل بشه. همچنین که من کلام خدا رو میخونم، منم هر روزه میخوام که زندگیم هر روزه تبدیل شه، هر روزه تازه شه. ولی بیزار برنامه رو با دعای آغاز بکنیم تا خدا هدایت کننده ما باشه. خداوند شکرگزار سپاسگزاریم برای این وقتی که به من دادی. خداوند شکرت میکنم که تو امید مای خداوند و هدایت کننده مای خداوند. شکرت میکنم که چشم امید ما به توست، به تو خدای مایی، به تو خدای عظیم، به تو خدای پرفیض، پر از محبت. خداوند برنامه رو توی هدایت بکن، توی حمایت بکنی خداوند، و هرچی از زبانم بیرون میاد بیزار به قلبا بشینه، به کنترل کننده تو باشه خداوند. بیزار نام تو رو جلال بده خودوس. شکرت میکنم به نام عیسی مسیح، آمین. خب شمالین عزیز، امیدوارم که روزهای پاییزی درختهای خیلی خوشگل بالاخره رنگاب متواوت با زمستون و با تابستون براتون بالاخره خوش گذشته داره و روزهای خوبی سپری کردین. خانم، ما همیشه خداوند اگر حقیقتن هم همین کار کرده در ایران، خدا با کسایی ملاقات کنه، به رویای مردم شنه، به خواب مردم هنه، به عیسی مسیح به همه ملاقات کرده. بیشتر آدمان الان که دست بنن ایرانی هم ملاقات کرده، به خصوص ایرانیان که الان انتخاب شده خداوندن. ما رو خداوند خیلی نگاهش به ما، ولی ما اینقدر دل ما رو سخت بودیم، اینقدر نخنیم که قلب ما رو باز بکنیم به یه خدای زنده که یعنی به ملاقات ما، هنه دیر ندونم به خواب ما، به یه خداوند لبیک بگیم، نگونیم. یه خواب یه کشیشی داشت صحبت میکرد، میگفت که یه خانومی سرطان داشت، خانومی میانسال بود، سرطان داشت. بعد چه سرطان تمام وجودشو گرفت. این خانوم تر بیمارستان به کما میره. 4 روز بود تو کما بود. بعد سر 4 روز خود خانوم، وقتی من نمیدونم چه وقتی بود اون روز 4 روز، چشمشو باز میکنه، میگه من الان خواب دیدم یک آقای سفید پوش، دستاش همه سوراخ داشت، بعد با من گفت که بلند شو تو رو شفا دادم. این بود که من چشمو باز کردم. نوش برمیگرده میگه مامان بزرگ، همین الانی که تو اینجا چشماتو باز کردی، 10 دقیقه قبل از تو 4 نفر از کلیسا اومده بودن، داشتن برای تو دعا میکردن. همزمان که اونا دعا میکردن، خداوندم به خواب این اومد به اینو گفت تو بلند شو شفا دادم. دکترها دیدن که این چشمشو باز کرد، عکس گرفتن، همه دیدن سرطانی وجود نداره. خب دکترام که اعلام نمیکنن که این شفا رو، میگه ما نمیدونیم، فقط میگن ما نمیدونیم، نمیگن که اینا شفا خدا داده. این خانم برمیگرده میاد خونه، مدت‌ها طول میکشه. این خانم یه روزی توی بالکن نشسته بود که منتظر نوه‌هاش بود، دید که صدای زنگ در میاد، رفت در رو باز کرد، دید که همون آقایی که در بیمارستان تو کما بود بهش ظاهر شد، گفت بلند شو من تو رو شفا دادم، همون آقا دم در هست. در باز کرد، دید دم در همون آقاست، لباس سفید نورانی، داره میخنده، بعد داره منو نگاه میکنه. گفت خب خانم تو چی گفتی بهش؟ گفت هیچی. گفت اون به چی گفت؟ گفت اون هیچی با من نگفت، ولی یه ساعت از این قدیمی های گرد که اون موقع تو جلیقه میذاشتن، قدیمی، گذاشت تو دستم. بعد از 30 ثانیه دیگه آقا رفت، بعد اینم ساعتم دیگه از دستم رفت.
هر دوتا غیب شدن. گفت خب خانم تو اومدی به من بگوی که مثلا این خواب دیدی، من به چی بگم؟ توی خدا رو، عیسی رو به خدا و خداوندی خودت قبول کردی، در قلب خودت وارد کردی. گفت اه مگه میشه همچی چیزی؟ من در این سن سال الان بیام دین عوض بکنم؟ من در این سن سال بیام مردم چی میگن؟ آبروی من میره؟ خانوادم چی میگه؟ خب نوام چی میگن؟ آقام گفت که بگه خانم من به چی بگم؟ تو این فکر داری، خدا از اینقدر تو رو دوست داشت، در کما بودی، سر تا سر بدن سرطان بود، شفا داد تو رو، اومد در خونه تو زد، با تو ملاقات حضوری کرد. خدا چقدر تو رو دوست داشت که با تو ملاقات حضوری کرد. بازم میگی که آبروی من، اوکی خود دانی. رفت. ما خدا از آسمانم میاد، ما را هم شفا میده، ما یادمون میره، معجزات برای ما میکنه، ما یادمون میره. و بعد اگه در خونه ما هم خدا بزنه، خودش با ما ملاقات بکنه با ما، باز میگیم آبروی ما در خطره. بابا این زمان، زمان کوتاست. آیا میدونی چرا ساعت توی دستت گذاشت؟ به خاطر اینکه گفت وقت زیغه، وقت کمه، دیگه وقتی نیست، باید ایمان بیاری. همه ای ما وقت ما کوتاست. منتظر چه؟ عیسی مسیح میگه خوش توما، وقتی شاگردش، وقتی آمده بود عیسی مسیح توی با شاگردهای دیگهش ملاقات کرد، توما نبود. توما وقتی گفت تا من نبینم، دست توی دست سوراخ دستش نذارم، رو پهلوش نذارم، قبول نمیکنم خدای من زنده شده. عیسی مسیح بار دوم که اومد به اینا رو ملاقات کرد، گفت که توما بیا دست روی پهلوی من بذار، منو لمس بکن، اینقدر بی ایمان نباش، شک نکن. خوشا به حال آن کسی که ندیده به من ایمان می آورد. خدا به ملاقات ما میاد، ما خداوند رو باز رد می کنیم. خداوند ما رو شفا میده، ما باز خداوند رو رد می کنیم. خدایی که عظمتش تمام کهکشان گرفته، در جسم ظاهر میشه، با ما ملاقات میکنه، ما باز دل ما بسته است، دل ما سنگه. حقیقتا وقت تنگه. این پدر، پدر عاشقی که از بالا میاد. اگه عاشق ما انسان ها نباشه که نمیاد، ما رو شفا نمیده، از بالام نمیاد اینجا در ما رو بزنه، با ما ملاقات و حضوری بکنه. من تا این حدم اگه ملاقات و حضوری خدا با من بکنه، من باز ایمان نیارم. این خدا، خدا واقعا خدای عاشقه. اینی توی انجیل پسر گمشده رو میخونین، پسره میره مال پدره رو همه رو از بین میبره، بعد دیگه خسته مونده از دنیا میشه، هیچی نداره، مثل گداها توی خوکدونی زندگی میکنه. بعد میگه برم خونه پدرم که بهتر از اینا هست، غلامان خونه پدرم بهتر از من دارن زندگی میکنم، میرم غلام پدرم میشم. وقتی از راه دور پدر اینو دید، پدر نگفت که بیزار من برم خونه بشینم بینم این پسر چرا این کار کرد، پولای من همه بیاد روی پای من بیفته، آیا اینو ببخشم یا نبخشم. نه، پدر مشتاقانه دستش باز کرد. فرزند من اومدی، هیچی حرف نزن، نمیخوام حرفی از تو بشنوم که تو چیکار کردی چیکار نکردی، تو رو بخشیدم، همین که تو زنده ای، دوباره به خانه آمدی، خوشحالم. این پدر، پدر عاشقه. این خدا، خدای عاشقه که میاد در ما رو میزنه. این خدا، خدای عاشقه که میاد به خواب ما، ما رو شفا میده، برای ما معجزات میکنه. این خدا، خدای عاشقه. این خدا، خدای زنده است، عاشق همه فرزندانش، عاشق تمام بشریته. نمیخواد هیچ کسو از دست بده این خداوند. ما چقدر سختیل شدیم در این دوران. الان شما نیاگونین قوم به قوم با هم میجنگن، قبیله به قبیله هم دیگر میجنگن، نژاد به نژاد دارن با هم ستیز میکنن،
همه میخوان همدیگه رو تیک پاره بکنن، ولی این خدایی که ما هی ردش میکنیم ولی باز عاشق ماست، میاد دنبال ما، میخواد ما رو نجات بده از این فلاکت، ما رو بیاره بیرون، میخواد تبدیل در زندگی ما ایجاد کنه. امروز من به شما ایرانی ها میگم، به خصوص گیلانی های عزیز، شمالی های عزیز، امروز باید به این خدا ایمون برین، به این خدایی که عاشقه. وقتی به این خدای عاشق تماس گینی، غیر ممکنه که تو وقتی تماس گینی با این خدای خداتی اما تماس نگیره. هنتی اما حرف زینه، به خواب دنه، به رویا دنه. وقتی خداوند قبول کنی، چقدر بایسی بایسی مورا هم دیگر ما بجنگیم، چقدر بایسی زیر پای هم دیگر خالی بکنیم برای یه لغنام بیشتر، یه مقام کذایی بیشتر که دنیا سری گذرنه. چقدر باید یقه همدیگر بگیریم، چقدر بایسی همدیگر پست بکنیم، تودیم زمین، بعد احساس خوشحالی بکنیم که از اینکه همسایم نان ندنه بخوره، همسایم افتاده پایین، ولی من خندانم. عزیزان، یه خود به خودمون بیاییم. واقعا یه لحظه ای هست که باید به خودمون بیاییم. بریم یک سرودی گوش بدیم، برگردیم.
چشمانم به سوی توست، به اوج طاقت و صبرت روی صلیبی مجدد به بینندگان عزیز، بینندگان امید جاویدان. ای عزیزان، اگه میتونین به این تلویزیون کمک کنین تا واقعا ما بریم روی ماهواره، تا بتونیم کلام خدا رو بیشتر به گوش ایرانیا برسونیم. به ایمان دارم که شما عزیزان ما این کار میکنیم برای نجات ایران، برای نجات قلبا، برای نجات مردم که در گناه، در بدبختی و بیچارگی هستن الان. مرسی که کمک میکنیم به این تلویزیون. خدا بهتون برکت بده و میدونم خدا اگه یک دلار بدیم، میدونم صدها هزار دلار بیشتر بهشون میده خداوند. مرسی. میخوام از مرثیه ارمیا بخونم که به ایران ما خیلی ربط داره. میگه ای خداوند، پنج مرثیه ارمیا پنج از اول میخونم. میگه ای خداوند، به یاد آور که چه بر سر ما آمده، ببین چگونه رسوا شدیم. سرزمین ما به دست دشمنان افتاده و خانه های ما را بیگانگان تصرف کردند. ما یتیمیم، پدران ما کشته و مادران ما بیوه شدن. ما الان واقعا همینه که الان داریم میخونیم، این همینه. کشور ما به دست بیگانه افتاده، ما اسیر اونا شدیم. اگه به دست ایرانی بود باز خوب بود، حداقل قلبشون برای ایران میتپید، قلبشون برای ایران بود و ایران آباد میکردن، ولی میبینیم که همچین نیست. واقعا چقدر فرزندان یتیم شدن، واقعا چقدر کشته شدن تا حال، چقدر بدبختی و بیچارگی دارن میکشن مردم. میگی در زیر فشار و آزار دشمنان به ستو آمدیم. هر روز مردم یا پول نمیگیرن، یا حقوقشون نمیدن کارخانجات، یا کمپانیا نمیدونم بسته میشن، مردم خودشون هم نمیدونن چیکار باید بکنن واقعا، و آسایش نداریم. میگه خودمونو تسلیم کردیم، واقعا همه ما خودمونو تسلیم کردیم در ایران. حقیقتا اینجوری هست یا نه؟ اما خودمونو تسلیم بیگانه بودیم یا نه؟ میگه پدران ما گناه کردند و مردند و اینک جور گناهانشان را ما میکشیم. پدران ما رفتن انقلاب کردن. من البته اینجا یه عذرخواهی دیگه هم از تمام ملت ایران میخوام بکنم، چون اون موقع واقعا نمیدونستیم چیکار داریم میکنیم. منم یکی از اون آدمایی بودم که تو انقلاب اسیر همین به قول
آقای علما شده بودیم، نه دینی بلکه کمونیستا. واقعا ما ندونسته اومدیم تو خیابون، نمیدونستیم همچی چیزی پیش میاد. فکر میکردیم مثلا من فکر میکردم کمونیستی بهتره، اونا فکر میکردن اسلامی بهتره. همه دست به دست هم اومدیم توی خیابون. واقعا من یکی اقرار میکنم، به اعتراف میکنم، به اعتراف هم کردم، بارها معذرت خواستم از ملت ایران. واقعا من یکی معذرت میخوام از ملت ایران که رفتم اون موقع ندانسته توی انقلاب قدم برداشتم به این رژیم. البته به انقلاب من نبود، نمیدونم من برم توی خیابون رژیمی عوض بشه، نه، اینا همه از بالا بود، اصلا میخواستن رژیم ایران عوض بکنن. چون شای ما اون موقع اگر واقعا دین هر کسو، چی اسلام بود، چی یهودی بود، چی مسیحی بود، چی نمیدونم بهایی بود، هر چی بود، اگه کتاباشونو فارسی ترجمه میکردن و میذاشت تو دسترس مردم، میگفت اینا رو بخونین، مردم میفهمیدن که دین چیکاری انجام میده، کلام خدا کدوم یکیه. حداقل مردم میخوندن میفهمیدن. ولی شاه چیکار کرد؟ این کارو نکرد، چون شاه ما مذهبی بود، نمیدونست چیکار داره میکنه. میخواست ایران درست بکنه، ولی خب نمیدونست که از طرف مذهب میاد، یه بار میزنن تو سرش، این بدبخت میندازن. ولی خدمت هم زیاد کرد شاه. به هر حال میگه پدران ما گناه کردن مردن، اینک جورشان را ما میکشیم. واقعا ما رفتیم، الان فرزندان ما دارن جورش میکشن، همشون نمیتون. فرزندان من به خاطری که مثلا ایران نمیتونن، نمیرن، میتونن برن ولی نمیرن ایران، برای اینکه اینجا تحصیل کردن، اینجا بزرگ شدن. اگه برن تو ایران میگن آقا تو سربازی خدمت نکردی. خیلی فرزندان اینجوری هن. فرزندان اینجا هستن که اینجا بزرگ شدن، تحصیل کردن، دانشگاه رفتن، لایسنس گرفتن، نمیتونن برن ایران به خاطری که مثلا میگیرن اینا رو سرباز. ایش که وطن خودش نمیخواد بیندازه دور. ولی خب اونی که اینجا دو سال اینجا، زوری نیست سربازی. شما دوست دارین میرین سربازی، دوست ندارین نمیرین. ولی ایران اجباریه، به خاطر همون بچه ها نمیرن ایران، به خاطر که میترسن اینا رو بگیرن به نازن دو سال سربازی، دو سال زندگیش از بین میره اگه نیاد اینجا. نوکران دیروزمان اربابان امروزمان شدن. شما واقعا اینو دیگه میبینین نه؟ نوکران دیروز اربابان امروز شدند. کسی نیست که ما را از دست آنان نجات داد، جز خدا میتونه ما را از دست اینان نجات بده. به این خدای زنده ایمان بیاریم. فقط من ایمان دارم که خداوند عیسی مسیح میتونه ایران نجات بده و اعتراض مردمی، یعنی 10 میلیون 20 میلیون آدم بیان بیرون اعتراض بکنن، حقشونه بخوام میان اعتراض بکنن. برای یک لقمه نان در بیابان ها جان ما را به خطر میاندازیم. چقدر آدمون الان برای یه لقمه نون صبح تا شب دارن کار میکنن، بخاطر که یه لقمه نون در بیارن ببرن خونه. چقدر زندگی ها سخت شده الان. آرامش هم که اصلا نیست، همه پاچه هم دیگر میگیرن. از شدت گرسنگی مردم در عذابن. میگه رهبران ما، دختران ما، زنان ما، دختران ما را بی اسمت کردن، رهبران ما را کشتن، ریش سفیدان ما را بی حرمت نمودن، جوانان ما را مانند غلامان در دستای خودشون گرفتن. چقدر جوان، نیروی جوان ما از دست دادیم. من پریشب یک فیلمی دیدم که توی فیسبوک ها، توی میدیا خیلی زیاد رفته، مردم شاید دیده باشین، توی برنامه تلویزیونی ایران یه مردم اومد
یه دستگاهی درست کرد که ماشین با آب به جای بنزین آب مصرف بکنه. بعد این پروژه رو آورده برای دولت، دولت تأمینش نمیکنه. مردی میگه چقدر خرج داره؟ میگه 600,000 تومان. حالا مثلا شاید این برنامه مثلا 5 سال پیش بود، الان میشه 6,000,000 تومان. یه پروژه عظیم، بنزین به جای بنزین آب مصرف بکنین، یعنی هر آبی از هر جا برداری تو ماشین بریزین. نشون داد به ماشین پژو بود را میرفت، میگو 26 کشور به من اعلام کردن که این پروژه رو بده به من. خب مرده این پروژه رو بده به کشورهای خارجی، خب اونا از خداشونم اینه بدون، اگه با آلمان بده، آلمان اون پروژه رو میخره به قیمت گرون ولی به کار نمیندازه، چون میخواد بنزین رو بفروشه، میخواد ماشینای خودشونو بفروشن، ولی میخرن ازش. الان که تو ایران اومده هیچ کس اصلا بی خیال هم. ما یه مرده دیدین شما توی همین مدیا، مرده ماشین برقی درست کرد، اختراع کرد، دید هیچ مسئولی مال نمیذاره این اختراعشو، همه رو برد از اون بالا بدبخت انداخت تو پایانم. واقعا دل آدم تکون میخوره. میدونی چرا؟ برای اینکه میبینی یک آدم باسواد نشسته این همه زحمت کشیده تو ایران، چیزی اختراع کرده برای ملت ایران، برای ایران خودش، کشور خودش، میخواد کشورش رو سربلند بکنه، ولی هیچ کس محل نمیذارن، همه میندازن مرده، همه ماشین های خودش و اختراع خودش انداخته تو آب یا از اون بالا انداخته پایین. همیشه بیتوجهی میشه، همیشه بیتوجهیه، نمیذارن که مردم کاری انجام بدن. چقدر مخ از ایران اومدن بیرون، ما صادرات مخ از ایران داریم، فقط صادرات باسوادا هی میفرستیم بیرون، همه دارن در میرن. بابا شما اگه یک نفر مخترع باشین، در کشور امریکا باشین، دولت کلی براتون هزینه میذاره تا تو این اختراع خودتو به عمل بیاری و استفاده بکنن ازش. ما چقدر از اینا رو فرستادیم بیرون؟ فقط من نمیدونم چی میخوایم ما اصلا باور بکنی ایران به کجا داره میره، ولی زمانهای سخته. گیلونین عزیز، مازندرانین عزیز، شمالین عزیز، ایرونین عزیز، تمام استانان، حقیقتا باید به این خداوند ایمون برین، به این خدایی که شما را لبیک بدهنه به خواب و رویای شما. خداوند این انجیل را اگریم بخونین ببینیم واقعا کلام خداوند چی به ما گونه، حقیقتا ببینیم خداوند کلامش به ما چی گونه. آدم اینقدر حرف داره نمیدونه چی بگه، واقعا نمیدونه به کجا بایستی حرف بزنه، هی بگه 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 بگه، آخرم هیچ کس میبینی اصلا کیر نمیکنه، هیچ کس مثلا نمیتونه اصلا بده چیکار داره میکنه. ولی امروز از شما میخوام واقعا محبت بیشتر یاد بگیرین، با هم دیگر محبت بکنین، با هم دیگر کمک بکنین. روزهای سرما داره میاد، دست هم دیگر بگیرین، نشان بدین که ایرانی واقعا ایرانی هست که پشتبان هم دیگره، پشت ایرانه. ایرانتون رو سربلند بکنین ملت، شما باید ایران خودتون رو سربلند بکنین. وقتی خدا به ملاقات شما میاد، خدا میاد شما میگه لبیک، جواب بدین به خداوند، این خدای زنده رو پرستش بکنین، نه مرده پرستی. مرده پرستی ما رو به هیچ جا نمیرسونه، زندگی ها داره همینجوری میره، عاقبت فکر عاقبت نمیکنیم ما. امروز عیسی مسیح بیاد میگه من در قلب تو میزنم، میخوام وارد قلبت بشم، لبیک بگو تا بتونم زندگی تو رو در دستای خودم بگیرم و تمام مشکلات تو آسان کنم و بتونم تو رو تو راه راست خودم هدایت بکنم و رهبریت زندگی شما رو بدیم به دست عیسی مسیح خداوند، نه اون کسی که
خواب دید که کلیدی در دست عیسی مسیح خواب دید، گفت که کلیدهای مشکلات تو بده به من، ولی داد یکیشو پیش خودش گذاشت. عیسی مسیح گفت که اگه مشکلات تو میخوای من حل بکنم، همه کلیدها رو باید بدی، نه یک کلید خصوصی برای خودت داشته باشی. امروز بیایم به این خداوند ایمان بیاریم. وقت من هم تمام شد، تا هفته دیگر بدرود، مرسی.